سلام و درود به همه شما دوستان عزیز. با جلسه سوم آموزش گیتار پاپ در خدمت شما هستم. در این جلسه نامگذاری سیم‌ها، فرت‌های گیتار، ملودی، آکورد‌ها و اولین ریتم پایه و البته آخرین تمرین عملی رو با همدیگه یاد می‌گیریم. خب، اولین و مهمترین قدم برای نوازندگی گیتار اینه که صدای نوت هر سیم گیتار رو به خوبی بدونید و بدونید که با گرفتن هر فرت گیتار چه نوتی نواخته خواهد شد. برای ابتدا ما باید اسامی سیم‌های دست آزاد رو یاد بگیریم و بدونیم هر سیم بدون اینکه گرفته بشه چه نوتی رو از خودش به صدا در میاره. گیتار ما 6 سیم داره که 3 سیم بالایی آن فلزی و 3 سیم پایینی آن پلاستیکیه که از کلوفترین سیم که سیم ششمه به سمت نازکترین سیم که سیم اوله تقسیم میشه. اگر هر کدام از این سیما رو به تنهایی و بدون گرفتن هیچ فرتی به صدا در بیاریم، هر کدوم صدایی از بمترین به زیرترین صدا از خودش انتشار میده و هر صدا در برگیرنده یک نوته. همونجور که توی تصویر داریم مشاهده میکنیم، به ترتیب از سیم ششم کلوفترین سیم اگه به صدا در بیاریم نوت می رو به صدا در میاره، سیم پنجم نوت لا رو به صدا در میاره، سیم چهارم نوت ر رو به صدا در میاره، سیم سوم نوت سول، سیم دوم نوت سی و سیم اول نوت می رو به صدا در میاره. بعد از اینکه این مورد رو حفظ کردید، میرسیم به هر سیم و هر فرت که با گرفتن هر فرد ما یک صدا و یک نوت متفاوت رو به صدا در میاریم. توجه کنید که برای این قسمت آموزش حتماً باید قسمت قبل رو به خوبی دیده باشین و گوش کرده باشین. طبق آموزش جلسه قبل و فاصله بین نوت‌ها، همونطور که براتون توضیح دادم و همونطوری که در شکل میبینید، هر فرد یک نوت خاص رو در بر میگیره. سیم ششم نوت می رو به صدا در میاره به صورت آزاد. اما اگه فرت اولش رو بگیریم، همونجور که توی جلسه قبل توضیح دادم بین می تا فا تنها نیم پرده فاصله داره و حتی که توی جلسه اول هم گفتم هر فرت گیتار تا فرت بعدی نیم پرده فاصله داره. پس همینطوری که توی شکل میبینی، اگه فرت اول رو بگیریم می تا فا نیم پرده فاصله داره و فرت اول گیتار سیم ششم صدای فا رو میده. از فا تا سول یک پرده فاصله داره، پس یعنی دو تا فرد میریم جلو تا نوت سول رو به صدا بتونیم در بیاریم. همینجوری ادامه پیدا میکنه، یعنی از نوت سول تا لا روی سیم ششم باید ما در نظر بگیریم که نوت سول تا لا یک پرده فاصله داره، پس دو فرد میریم جلو، فرد پنجم میشه نوت لا، نوت سول فرت سومه، فرت چهارم نوتی در حال حاضر ما نداریم براش، فرت پنجمش میشه نوت لا. و همینجور روی سیم پنجم به صورت آزاد صدای لا میده. پس برای اینکه نوت بعدیش نوت سی هستش و ما بتونیم به سی برسیم، باید یک پرده فاصله داشته باشیم باش. نوت لا تا سی یک پرده فاصله داره، پس دو فرت میریم جلو و فرت دوم میشه نوت سی. همینجوری که در شکل میبینین ادامه پیدا میکنه و تک تک فرت ها صدای متفاوتی از خودشون و نوت متفاوتی رو برای خودشون داره. اگر برای شروع ما نواختن گیتار رو به دو صورت ملودی و آکورد در نظر بگیریم، باید تعریف این دو رو هم بدونیم. به تک تک و جدا زدن نوت ها ملودی و به با هم زدن نوت ها آکورد میگیم. دوستان عزیز، ممکنه که این بخش از آموزش گیتار کمی مشکل و درک اون نامفهوم به نظر بیاد، کما اینکه بسیاری از هنرجوهایی که با من به صورت حضوری آموزش می‌بینند با نامگذاری فرت‌ها، آکورد‌ها و ملودی‌ها در این جلسه به مشکل برمی‌خورم. پس خواهشاً اگر مشکلی بود یا بخشی رو متوجه نشدین در کامنت‌ها بنویسین تا من در یک ویدیو جداگانه کاملا مشکلات رو توضیح بدم. در آکورد نوازی اگر راست دست باشید، دست راست یک ریتم ثابت رو می نوازه و دست چپ آکوردهای متغیری رو می گیره. اگر هم چپ دست باشین، خب برعکس همینی که من براتون توضیح دادم میشه. برای گرفتن آکورد هم باید دقت داشته باشین که به هیچ وجه کف دست نباید به گیتار بچسبه و انگشت ها باید به سیم ها عمود باشه. آکورد ها به دو دسته مینور و ماژور تقسیم میشن. دقت کنید، اگر در کنار اسم آکورد ها کلمه ام کوچیک قرار داشت،
آکورد مینوره. در غیر این صورت آکوردی که ما داریم باش کار میکنیم ماژور هستش. برای یادگیری اولین آکوردها من سه آکورد می ماژور، لا مینور و ر مینور رو در نظر گرفتم براتون. طبق فیلمی که قرار میدم کاملا با نحوه گرفتن و شکل آکورد آشنا خواهید شد. خب مطمئنا اولش گرفتن این آکوردها براتون کمی مشکل به نظر میاد، اما به مرور زمان و کم کم کار کردن با این آکوردها دستتون بسیار راحت و نرم و روون میشه. اما بر اساس شکلی که الان داریم مشاهده میکنیم، عددهایی که قرار گرفته، عددهای 1، 2 و 3 که روی شکل هست و داریم میبینیدش، اینها انگشتان هستن. عدد 1 یعنی انگشت 1، عدد 3 یعنی انگشت سوممون و عدد 2 هم یعنی انگشت دوممون. و هر خطی که روی دفترچه نوت داریم میبینین یک سیم گیتار هستش و هر دایره‌ای که میبینین باید جای قرارگیری ما روی فرت مشخصه که همشون آکوردهای سردسته هستن، یعنی روی فرت اول و دوم و سوم برای آکورد ر مینور انگشت‌ها قرار میگیره. به این صورتی که انگشت اول روی سیم سوم، انگشت دوم روی سیم پنجم و انگشت سوم روی سیم چهارم قرار میگیره برای آکورد می ماژور و بقیه آکوردها هم به همین صورت. طبق فیلمی که مشاهده کردین این سه آکورد رو بگیرید و دو ریتم تمرینی رو با این سه آکورد بارها و بارها بنوازین و آکوردها رو در بین اون ریتم ها عوض کنید. این کار باعث میشه که دست شما، ذهن شما عادت به تعویض آکوردها بکنه و جایگیری آکوردها رو به خوبی یاد بگیریم. ریتم تمرینی اول گرفتن و عوض کردن آکوردها با کشیدن دست راست روی سیمها از بالا به پایینه و برای ریتم دومم هم همین حرکت هستش، فقط دست راست حرکت رفت و برگشتی انجام خواهد داد. من براتون اینو باز هم یه ویدئوی برای این تمرین عملی همراه با جابجا کردن دست خودم روی آکوردها میگیرم و قرار میدم که کاملا متوجه بشین که این ریتم ها به چه صورته و چجوری باید جابجا بکنین آکوردها رو. بسیار خوب، نحوه قرارگیری آکورد می ماژور. انگشت اول روی فرت اول سیم سوم، انگشت دوم روی فرت دوم سیم پنجم و انگشت سوم روی همون فرت دوم دقیقا زیر انگشت قبلی روی سیم چهارم. به این صورت. یک بار دیگه. دقت کنین که کف دست به دسته گیتار نچسبه، انگشت ها عمود باشه به سیم ها و سیم های دیگر رو هم اشتباه نگیرید. صداش هم به این صورته. آکورد دوم آکورد لا مینور. انگشت اول روی فرت اول سیم دوم، انگشت دوم روی فرت دوم روی سیم چهارم، انگشت سوم دقیقا زیرش روی سیم سوم. به این صورت. یک بار دیگه. و صداش هم به این صورت است. و آکورد آخر این جلسه آکورد ر مینور که به این صورت قرار میگیره. فرت اول سیم اول، فرت دوم سیم سوم، فرت سوم سیم دوم. به این صورت. یک بار دیگه.
دو ریتم تمرینی خدمتون گفتم که ریتم های تمرینی به این صورته. من گفتم آکورد ها رو میگیریم، به عنوان مثال من آکورد می ماژور رو گرفتم و ریتم تمرینی اولتون فقط دستتون از بالا به سمت پایین بکشید به این صورت، یا اگر هم دوست داریم با پیک کار بکنی، پیک چیزی هستش که دستتون میگیریم و با اون نوازندگی میکنیم، پیک رو به این صورت دستتون میگیریم و با پیک از بالا به پایین میکشیم. فکر کنم براتون اینجوری راحت تر باشه با پیک اگه بخواین کار کنید. آکورد رو میگیریم، از بالا به پایین میکشیم، آکورد رو عوض میکنیم. تمرینی اولتون و ریتم تمرینی دومتون فقط به صورت بالا و پایین هستش، یعنی آکورد رو میگیریم و اینو میزنیم و آکوردها رو به این صورت عوض میکنید. و در آخر هم ازتون خواهش میکنم که تمامی تمارین عملی جلسات قبل و یک دور دیگه از اول و آخر در این یک هفتهی که فرصت دارین تمرین بکنین تا دستتون راه بیفته. علاوه بر اون تعویض آکوردها بسیار مهمه، تعویض آکوردها با این دو ریتم پایه‌ای که بهتون آموزش دادم، ریتمای تمرینی که بهتون آموزش دادم رو تمرین بکنین، آکوردها رو عوض بکنین، تمرین‌های عملی قبل و کامل انجام بدین تا انشالله به امید خدا هفته آینده اولین آهنگ رو با هم دیگه بنوازیم. این بود از قسمت سوم آموزش گیتار پاپ. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و مورد قبولتون قرار گرفته باشه. تنها راهی که من متوجه میشم این سری آموزشی تا انتها باید ادامه پیدا بکنه سابسکرایب ها و لایک های شماست که من انرژی ادامه کار رو خواهد داد. پس اگر خوشتون اومده از ویدیوهای من سابسکرایب بکنید تا در قسمت های بعدی در خدمتتون باشم. با تشکر.